در یک دنباله حسابی حاصل ضرب جملات 14 و 30 برابر 100 و حاصل ضرب جملات 20 و 24 برابر 200 می باشد. قدر نسبت این دنباله کدام است؟ خب میام حاصل ضرب جملات 14 و 30 رو می نویسم. میگم A14 ضرب در A30 شده 100. مبنا رو A14 در نظر می گیرم. یعنی A14 ضرب در A14 به علاوه 16D، به جای آسی نوشتم A14 به علاوه 16D شده 100. اینو ضرب میکنم، همه رو میارم یه طرف، میشه A14 به توان 2 به علاوه A14 ضرب در 16D منهای 100 مساوی 0. اینو نگه میدارم به عنوان معادله 1. دومی رو می نویسم، جملات 20 و 24 حاصل ضربشون شده 200. A20 ضرب در A24 حاصل ضربشون 200. پس A14 به علاوه 6D در A14 به علاوه 10D شده 200. حالا اینو باز میکنم، اتحاد جمله مشترک میشه مشترک به توان 2 به اضافه جمع غیر مشترک ها، یعنی 16D ضرب در مشترک، یعنی مشترک ضرب در 16D به اضافه ضرب غیر مشترک ها میشه 6D ضرب در 10D 60D دو مساوی 200، که 200 رو میارم این میشه منهای 200 مساوی 0. خب حالا میام چیکار میکنم؟ پایینی و منهای بالایی میکنم. این رابطه رو اسمش میذارم 2، رابطه 2 رو منهای رابطه 1 میکنم. این با این میره، این هم با این میره، 62 میمونه. منهای 200 منهای 100، یعنی منهای 200 به اضافه 100 که میشه منهای 100، میبرمش طرف دیگه میشه مثبت 100. خب پس دیدو میشه 160، دیدو مساوی 100 بر روی 60، که سادهش میکنیم، یه صفر رو با یه صفر میزنیم، یه بارم به دو تقسیمشون میکنیم صورت و مخرج رو، دیدو میشه 5/3. خب ما خود دی رو میخوایم، از دو طرف جذر میگیریم، دی میشه مثبت منفی رادیکال 5/3، که نه 5 از رادیکال میاد بیرون نه 3 از رادیکال میاد بیرون. توی گزینه ها بین 2 و 3 باید 3 رو انتخاب کنیم، چون رادیکال هم واسه صورت هم واسه مخرج. پس گزینه 3 گزینه صحیح هستش.